برامی خداوند یک تا و مهربان بندای ارجمند و گرامی تلویزیون جهانی امید 24 سلام های گرم ما و تقدیم یک و یک شما عزیزان بیننده باد. صحت و سلامتی شما را از دربار خالق یک تا آرزو میکنیم. همیشه جور و صحتمند و موفق در زندگی باشین و دور از تمام امراض و ویروس ها بخصوص کرونا. چین آرزوی را بر وطنداران دردمند و به گروگان گرفته شده خود در داخل افغانستان میکنیم که امیدوار هستیم که هر چیز زودتر از شر تمام مفسدین، قاتلین، تروریستان، خائنین، وطن فروشان، جواسیس بیگانه، بیگانه پرستان نجات پیدا کنند و صلح واقعی به کشور ما باز گردد. صلح که نیاز مبرم وطنداران ماست، نخواست بیگانگان مغرض. با همین حاضرمندی بیندگرامی باز هم با تقدیم برنامه سخن روز در شام جمعه دوم دسامبر سال 2022 میلادی در برنامه سخن روز مهمان خانه‌های شما سروران گرامی هستیم و مطالب امشب برنامه کمک متفاوت است، ولی شاید سخت آموزنده هم باشه. بخش دوم برنامه مطالب جالبی را بر شما انتخاب کردیم. در صحبت اول مختصرا بعضی از نوشته های شما را برای جاهلترین انسان روی زمین مولا ندیم سرپرست وزارت تحصیلات عالی طالبان میخوانیم که گزارش از کشور خدمت شما تقدیم میکنیم. همطور که شما با خبر بودین، امروز در با اشتراک جمع کثیر از وطنداران ما جنازه مرحوم خواجه اسدالله محمود به خاک سپرده شد. با پاس خدماتی که این آدم در طول اضافه از 35 سال در تورنتو برای هموطنان خود انجام داده بود، ما کلیپ تهیه کردیم از مراسم تشییع جنازه، ولی حرفهایی داریم در لابلا. از کجا؟ از دیار خموشان، دیاری که عاقبت همگی ما به اونجا می انجامه، یعنی دیار خاموشان که یه بخشه به از طریق فیسبوک هم هموطنان ما به صورت مستقیم تماشا خواد کردن. خبرهای از تورنتو هم داریم. شب برنامه شاید کمی بیشتر از یک ساعت باشه، ولی با مطالبی که برای شما انتخاب کردیم مخصوصا در بخش آخر برنامه که زندگی زیباست واقعا برای شما جالب خواهد بود و خسته کن نمی باشه، این رو من برای شما وعده میدم. بار دیگه من به خانواده که عزیزان خود از دست دادن برنامه دیگه از تلویزیون امید 24 تسلیت میگم و روح رفتگانشان شاد میخواییم. میباشید. خب بینای گرامی، ما فقط یک وقفه کوتاه میگیرم برای از اینکه فکر میکنم یک اشتباه کوچک در جهت در نشرات ما هست و دوباره برمیگردم. با تقدیم سلام مجدد. دیشب بینگرامی از وزیر تحصیلات عالی طالب ها گفتیم، ولی قبل از اینکه بار دیگه صحبت با شروع کنیم یادار میشیم که معمولا وقتی که صبح از خواب بیدار میشین یادتون باشه صبح یعنی چی هست. اما شهر پر از بوی خداست. آبره گفت که این مطلق نادیده کجاست. اما یه شهر پر از بوی خداست. آبره گفت که این مطلق نادیده کجاست. شاپرک پرزد و با رقص خود آیسته سرود
چشم دل باز کن، این بسته به افکار شماست. بتون باشه که الله پاک ناظر بر اعمال ماست، الله پاک حافظ و نگهبان و خالق و پیدا کننده ماست، و خوب است که روز و شب خدا بیاد الله پاک داشته باشیم. در برنامه پنجشنبه اول دسامبر بینندگان گرامی در مورد صحبت های بی محتوا غیر اسلامی دور از غیرت و شهامت و افغانیت سرپرست وزارت تحصیلات عالی طالب ها گفتیم. در جریان 15 ماه گذشته این سیاه رویان تاریخ و از خدا بی خبران به مراتب به مردم تاریخ و فرهنگ ما و کشور ما توهین کردند و تحقیر کردند، ولی کمتر در برابرشان واکنش نشان داده شد و عبادارانشان به شمول کسانی که به شکل از اشکال از این گروه جهل و جنایت حمایت میکنند هیچ وقت لب به انتقاد و شکوه بر علیه ترستان نگشودند و سکوتشان بله یقینا معنی تایید جنایات سیاه رویان طالبی را میده. در برنامه شب بینندگان گرامی ما نوشته های شما سروران گرامی را میخوانم که نوشته کردین. البته اگر کسای از میمانه بر ما وزدت میخوایم برای زی که بعضی هموطنان ما احتمالا پس و پیش نشته میکنن، و به هر حال ما بر شما قسمتی میخوانم. عارفه جان نوشته کردن که اینها اصلا از علم و دانش بیخبرن، اصلا مسلمان نیستن. اگر پرسون کنید از اسلام به شما جواب منطقی دادن نمیتوانن، فقط بنام مسلمان هستن. امرای اینها سوال جواب کردن مشکل است. خداوند رحم نماید بالای مردم افغانستان، بالخصوص زنهای رنجیده ما در کشوری که علم و دانش نباید نباشد. کشور چه قسم پیشرفت داشته باشد. و تشکر کردن از من. لالوی پنجول گفته است که گناه این نجس نیست، در همون محیط ماحول بزرگ شده تمام نسلش به امین مفکوره هستند، حتی تحصیل کرده هایشان. آقای زکی مبارد نشته کرده چرا گدایی این ناموس فروشان ددمنش و گروه صفاک از غرب و جامعه کفری خلاف اسلام و غیرت افغانستانی پنداشتن نمی شود؟ سوال بسیار خوبه. یک نفر نیست از این کودن ها و قبیلگره های وحشی بپرسد اگر رفتن دختران خلاف اسلام پنداشته می شود، پس چرا پیامبر اسلام طلب علم و دانش را بر هر مرد و زن مسلمان فرض ساخته؟ تعریفی که طالبان از غیرت افغانی دارن قرار زیل است. گدایی، بیگانه پروری، وطن فروشی، ناموس فروشی، ظلم و تعدی بر حق دیگران، مخصوصا اقوامی که خوششان نمیه، و زنان در مجموع. نابودی و ایرانی کشور، غلامی و جاسوسی بیگانگان، زن ستیزی، فارسی ستیزی، جهالت، وحشت، ترور، انتحار، قبیله گرایی، قوم پرستی و سوی تعبیر و سوی تفسیر آیات قرآن و احادیث نبوی. سمی جان نجوا نشته کردن بسیار حالی، البته متن ما نشته کردن. جمیله مرادی نشته کرده جهاد همیشه در مقابل زن بوده و ادامه دارد. اموین نوری نشته کرده نصیر جان خالد تشکر از برنامه شما در قسمت روشنگری و آگاهیدی. گروه تروریستی وحشی و خودفروخته طالب اصلاح شدنی نیست، باید از بنیاد نابود گردد. این گروه بساز دول بادارانش میرخسند، اونطور که امپریالیزم جنایتکار افغانستان را از عینک کشور جعلی پاکستان میبیند. تا پاکستان هم تا 40 سال مداخله در امور افغانستان طالب سازی را بر عهده دارد، نمیخواهد که یک افغانستان دارای حاکمیت ملی باشد و خواهان افغانستان بی ثبات و بی سر باشد تا از این طریق به اهداف شومشان برسند که امروز به هدف نهایی خود رسیدند و افغانستان را صوب سرحد پنجم خود ساختند. شاه محمود محمود نشته کردند طالبان دوره اول صدها مرتبه نسبت به طالبان دوره دوم از فساد و عمل لبادبری و پاک بودند. طبق گزارش تحقیقی شبکه بی بی سی که چند سال پیش از مدارس دینی پاکستان نشر گردید، اکثریت مدارس دینی پاکستان به مرض لواطت گرفتارند و طالبان فعلی امارت اسلامی در پاکستان درس خواندن از طریق مدارس خود به مرض آغشته شدند. اینها قوانین بدوی را تطبیق میکنند، عبدالناصر نوشته کرده، و در قوانین بدوی
چیز به نام مکتب، تحصیل، ترقی، پیشرفت و علم وجود ندارد. حتی طالبان نکتایی‌دار به این عقیده نیستند. طالب نکتایی‌دار و لنگوتار هر دو در یک مسیر جاهلیت و بربریت روان هستند. البته ابن گرامی صحبت‌های زیاد هموطنان ما کردن در دو بخش است که ما یک بخش از صحبت‌های دیگه‌شان رو می‌خوانم برای شما، که خدا کنه تروسای وحشی و طرفداران و حامیانشون بشنوه که مردم چقدر از اینا نفرت داره. آقای نور حیات نوشتن تعلیم مدرسه اقانی تربیه انتحاری یکی از سیستم نوین قبایلی می باشد، باید مخالف دانش دنیا و ترقی باشن. حالا صاحب حکومت هستن. فرشته جان از تورنتو نشته کردن لعنت بر امچو غیرت. آقای عتیق آبدین گفتن که او راست میگهد، به این دلیل که ایشان از استبل برخواستن، نه از شهر و افغانیت و اسلامیت و غیرتی. او هم فقط در عمان محدوده قابل تفسیر و توجیه است، نه در سطح یک زندگی تمدنی. هر کس قضایا را از آن زاویه میبیند که در آن سوی قرار دارد. حالا بالو نوریا علی نشته کرد نظر منی است که الله پاک این گروه جل و نادان را هرچی زودتر از وطن ما گم کند. آقای سید روشنگر نشته کردن تکرار گپ نادرخان سر با تفاوت زبان، سیاست یک سیاست زنگزده انگلیس است. آقای دکتر فاروق احمدی نوشتن سوال مشکلی را به پرسش گرفته اید. کسی که به هیچ قانون دینیوی و اخروی تابعیت نداشته باشد بدین معنی است که مزدوران کوردل بیگانه ها هستند. اگر تکنولوژی وجود نمی داشت این لباس در تر تو ایوان نمی بود، مثل چارپا ها برهنه می بودی. عیف چارپا که این وحشی را به آن تشبیه کردم. گپ زیاد است و غیره و غیره. آقای سایل سامانی بسیار خوب گفتند که اما 40 میلیون دلار آمریکایی در هر رفته علال و غربی و ضد افغانیت و ضد اسلامیت نیست. بانو قدسی قادر برهانی نوشته کردن تنها مزدوری برای غربی ها در اسلام جواز است، بس دیگه کارها جواز نیست. تمیم رسولی نوشته کرده دقیق گفته، چون از کلمه ما استفاده نمیدن پس برای خودشان مشروعیت ندارد. خانم شکیبا رحیمی از امریکا نوشته کردن از نظر من این نجس از وظیفه‌اش باید برطرف شود. عارف گلزاد نوشته کرده که اما جنگ و جدل این گروه به خاطر قدرت چوکی زبان و قوم بوده. افغانیت مثل غنی، کرزی، عبدالرحمن خان و و و اینها اما جز افسانه بیش نبودن. احمد بشیر یوسفی نوشته کرده نسی جان اینها آنقدر جاهل هستند که حتی آدم ایران نمیدونه چگونه بگوید و یا بگیرید و یا بخندد به حالت اینها. خب خانم نیلا به مبارز همچنین نشته کردن، غلام صحی خیردی نشته کردن، ماریا رحیمی، سعدی ایوبی تشکر میکنم از این که وقت گذاشتین نشته کردین. ولی پیام آخر به نمایندگی از شما برای این سیاه رویان تاریخی است که هر آنچه که شما بگویید حتی حدیث و آیت بگوین ما میگیم دروغ میگین، برای از این که به آنچه که شما میگین خودتان باور ندارین و آنچه که شما میگین شما اصلا عقیده ندارین. وقتی که شما دل مدانش رد میکنین در حالی که پیامبر بزرگوار اسلام میگه که طلب علم فرض است بر زن و مرد در هر کجا باشه حتی در چین، ولی شما میگین که فرهنگ غربی است، بعد حتی شما پیامبر بزرگوار اسلام رد میکنین، چون اساس تعلیم و تربیت از اونجا آمده. غربی خود تاریخشان سنجش کنی اینا تا 100 سال یا 300 سال قدامت ندارن، ولی اچی که بود در هو طرف بود، تمدن بود، نوشتن بود، تعلیم بود، دانش بود، اینا بود. و بایی گفت هایتان شما مخالفتتان با دین و با مذهب و با خدا و با قرآن نشان میدید. وقتی که کسی تحصیل نکنه چگونه خدا را بشناسه، چگونه قرآن بشناسه، چگونه پیامبر بشناسه، چگونه صحابه کرام و چاریار و خلیفه های اسلام بشناسن. وقتی که کسی خدا را نشناخت یقیناً که خود نمیشناسه. پس شما مردم از خدا و از قرآن و از اسلام دور میسازید. وظیفه شما جاهلا و روسیه های تاریخ امی هست که جنایت کنین و خیانت کنین و مردم دین ستیز بسازید. امروز دو حادثه در کابل رخ داد، یکی که در منطقه کارته پروان بالای سفارت پاکستان تیراندازی شد ولی کسی در اینجا زخمی نشد و کشته نشد. پاکستان گفته که خانه بررسی جدی عمل استم، عبید
رحمان نظامی شارزافر پاکستان در کابل از یملت جان به سلامت بود و شهباز شریف صدر اعظم پاکستان عملی مساله لحانه بر سفیر کشور در کابل شدیداً محکوم کرد. اما تو در حین زمان پیش از این که سفارت پاکستان تیراندازی شود در گوشه دیگر در بخش دالمان رهبر حزب سامی گلبدین حکمتیار از یک عملی به اصطلاح انتحاری جان به سلامت بود، ولی دو حمله کننده و دو بادیگاردش زخم برداشتن. جالب است که هموطن در یوتیوب نشته کردن آقای نصیر، سوال مردم این است که چرا گلبدین و کرزی در حملات انتحاری کشته نمیشن و تنها بادیگارد های آنها کشته میشن، اما رهبران تاجک تبار از حملات نجات پیدا نمیکنن؟ آیا خود گلبدین و کرزی این حملات را بالای خود طرح نمیکنن تا نزد مردم اعتبار خود را زیاد کنن؟ سوال است که واقعا جالب است و این سوال ما میتونم بگویم که اگر کرزی و گلبدین اینا کشته شوند، فیلم پایان پیدا میکنه و سریال پایان پیدا میکنه، یا هنوز وظایفشان باقی مانده، هنوز اینا بخش های زیادی از مزدوری و خیانتشان به مردم باقی مانده و تا وقتی که اینا وظایف خود انجام نتن باقی میمانن. ولی کسایی که رفتن کسایی بودن که با اینمی توطئه و دسیسه و خیانت و تاویلدهی دولت به ترسان طالب موافق نبودن، سرشان به تنشان میارزید، اونا را از صحنه برداشتن و یک مشت خواهن وطن فروش در صحنه باقی ماندن و یک تعداد کسایی را که میتونستن امروز در برابر طالب سفارایی کنن، میتونستن که امروز در برابر طالب جنگ، اونا را هم به شکل از اشکال از صحنه یا عزل فیزیکی کردن و یا به اصطلاح فراردشان دادن از کشور و کشور مطلق خالی ساختن، آماده ساختن برای تحویل دهی قدرت به ترستان وحشی. و یک چیز بیندار گرامی میگم که پیچیدگی قضای افغانستان بسیار زیاد است، بی نهایت زیاد است. ما شاید بخشی از او را میتونیم بگوییم، ولی من یقین دارم که کسایی که در سیاست افغانستان بودند و هستند همینام شاید اساسا یک فیصد از این را نفهمند، چون این جنگ ها و این تصاید پیچیدگی های استخباراتی است، جنگ های استخباراتی است که ما نه در کسایی که در استخبارات بوده نگفهمن، نه کسای مردم عادی با این پیچیدگی ها آشنا نیست، هیچ کس هم نمیفهمه که چی خواد کردن. با افغانستان در یک نگاه بیندگرامی توجه شما رو جلب میکنم و احتمالا ساعت 8:30 امشب ما جریان تشییع جنازه دوستی بسیار خوبی ما خدمتگار جامعه افغانی آقای اسد محمود برای شما میذاریم و دوست داریم که به عرف ها دقت کنین. این پیام ها امشب از دیار خموشان است. در این رابطه صحبت میکنیم. فعلا توجه شما رو من و افغانستان در یک نگاه جلب میکنم. دوباره برمیگردیم، با ما باشین. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان میگوید که در حال حاضر در افغانستان شمار بیجا شده های داخلی به 3,400,000 تن رسیده است. بخش افغانستان در این نهاد امروز در تویتر گفت که بیش از نیمی از این بیجا شده ها زنان و دختران هستند. در ادامه آمده است که بیجا شدن اجباری باعث خطر افزایش خشونت در برابر زنان و دختران شده میتواند و اکنون زمانش فرا رسیده تا تخطی های حقوق بشری متوقف شود. در 25 نوامبر و همزمان با روز بین المللی منع خشونت با زنان، کمپاین 16 روزه برای مبارزه در برابر این چالش بزرگ آغاز شده است. وزارت خارجه امریکا توقف نشرات رادیو صدای امریکا و رادیوی آزادی از روی امواج داخلی در افغانستان را محکوم کرده و این اقدام طالبان را سرکوبگرانه خوانده است. بر اساس گزارش ها، نت پرایس سخنگوی وزارت خارجه امریکا امروز جمعه 2 دسامبر گفته است که ایالات متحده از حق دسترسی به رسانه‌های مستقل در سراسر جهان حمایت می‌کند. توقف نشرات رادیو صدای امریکا و رادیوی آزادی توسط طالبان مورد جدید را به فهرست اقدامات سرکوبگرانه اضافه می‌کند. پرایس با نشر تویتر گفته است که مردم افغانستان مستحق دسترسی به خبرهای مستقلند. نشرات رادیو صدای امریکا و رادیوی آزادی بر اساس دستور وزارت اطلاعات و فرهنگ گروه طالبان روز پنجشنبه از روی امواج FM در افغانستان متوقف شد.
منابع محلی میگن که طالبان در پنجشیر برای 7 ولسوالی این ولایت ولسوالان و فرماندهان امنیتی جدید گماشتند. منابع امروز جمعه در صحبت با روزنامه 8 صبح گفتند که ولسوالان و فرماندهان پیشین طالبان برای پنجشیر از وظایف برکنار و در تازه ترین مورد افراد جدید معرفی شدند. با گفته منابع ولسوالان تازه گماشته شده از مردم پنجشیر و فرماندهان امنیت از ولایت های دیگرند. منابع دلیل برکناری مسئولان قبلی طالبان برای ولسوالی های پنجشیر را تنش های میان گروهی عنوان میکنند. با گفته منابع شماری از ولسوالان پیشین طالبان در پنجشیر به باجگیری و آزار و اذیت ساکنان محلی نیز متهمند. طالبان تا کنون به گونه رسمی در این مورد چیزی نگفتند. گفتنی است که در چند ماه اخیر حدود 170 جنگجو و چندین مقام طالبان در پنجشیر از وظایفشان برکنار شدند. بر بنیاد گزارش ها بیشتر افراد برکنار شده از ساکنان محلی پنجشیر بودند. و بالاخره منابع محلی در ولایت کابل میگن که جسد یک زن که در حکومت پیشین نظامی بوده در کابل پیدا شده است. منابع امروز جمعه 11 قوس مطابق 2 دسامبر در صحبت با روزنامه 8 صبح گفتند که جسد زرغونه نظامی پیشین روز گذشته از ناحیه 7 شهر کابل پیدا شده است. منبع دیگر بر روزنامه 8 صبح تایید کرده است که این زن جوان در ریاست عمومی تحقیقات و مبارزه با جرایم جنایی حکومت پیشین وظیفه اجرا میکرد. این منبع ادعا میکند که زرغونه از سوی طالبان به شکل بیرحمانه به قتل رسیده است. طبق ادعای منبع طالبان این نظام پیشین را پس از شکنجه به قتل رسانده و جسدش را داخل یک بوجی در ناحیه 7 شهر کابل انداختند. پس از قدرتگیری دوباره طالبان گزارش های متعددی از سراسر کشور در مورد بازداشت شکنجه و قتل نیروهای امنیتی پیشین به نشر میرسد. مشاور امنیت ملی جستن ترودو روز پنجشنبه به یکی از کمیته های پارلمان گفت که دولت فدرال پیشاپیش در حال آماده شدن برای مقابله با کاروان آزادی دیگری است که برای فوریه سال آینده طرح‌ریزی شده است. یادتان است که کاروان آزادی اولی تانست بسیار قیودات کرونایی را از بین ببره. منتظر باشین و از کاروان همگی دفاع میکنیم و حمایت میکنیم. سازمان هواشناسی کانادا به ساکنان جنوب آنتاریو نسبت به وقوع طوفان در روز شنبه هشدار داد. در اطلاعیه سازمان محیط زیست به ساکنان تورنتو و دیگر نقاط جنوب آنتاریو گوش زد شده است که سرعت این طوفان ممکن است به 80 کیلومتر در ساعت برسد. علت این طوفان عبور یک جبهه هوای سرد از ولایت آنتاریو عنوان شده است. پیش بینی شده است که طوفان ابتدا به تورنتو برسد و سپس به سمت اتاوا حرکت کند. سازمان محیط زیست احتمال قطع برق و آسیب به ساختمان ها و درختان را ممکن دانست. پیش بینی هواشناسی حاکی است که دمای هوا در صبح شنبه در مرز 10 درجه سانتیگراد بالای صفر خواهد بود، اما تا بعد از ظهر به 1 درجه بالای صفر کاهش خواهد یافت. اداره احصایی کانادا گفته است که میزان بیکاری در نتیجه ایجاد هزاران شغل در ماه نوامبر کاهش قابل ملاحظه ای را نشان داده است. بر اساس یک گزارش تازه که اداره احصایی کانادا امروز جمعه به نشر رسانده، گفته شده است که میزان بیکاری به 5.1% افزایش یافته است. این اداره گفته است که این کاهش نسبت به ماه اکتبر قابل ملاحظه است. در گزارش گفته شده است که در ماه نوامبر در کانادا بیش از 10,000 شغل اعلان شده بود که این روند زمینه استخدام را برای هزاران نفر فراهم کرد. گفته شده است که بخش های چون ساختمان سازی، کار و بار دفتری از جمله بخش های مالی و بیمه استخداماتی داشتند. در نیمه نخست سال جاری میلادی میزان بیکاری تا سطح بلند افزایش یافته بود که این روند نگرانی های جدی را در جامعه کانادا به وجود آورده بود. افزایش زمینه های کاری در حال اعلان شده است که هنوز هم نگرانی از بابت رکود اقتصادی در کشور وجود دارد و انفلاسیون یا
یا تورم پولی تأثیر گسترده‌ای بر زندگی مردم به جا گذاشته است. گزارش از آقای برشنان نظری خبرنگار شناخته شده وطن بود. و گزارش دومی آقای نظری می‌افزاید که تعدادی از اعضای پارلمان فدرال کانادا تصمیم گرفتند تا موضوع کمک‌های بشری برای افغانستان را که با مشکل روبرو شده در اجلاس پارلمان و یا هم در یک کمیته فرعی مورد بحث قرار بدهند. سلما عطاالله جان یکی از سناتوران پارلمان فدرال کانادا که از حزب محافظه‌کار این کشور نمایندگی میکند گفته است که نیاز است تا حکومت برای رساندن کمک های بشری به افغانستان محدودیت هایی را که وضع شده است بردارد. بر اساس قانون در کشورهایی که گروه های تروریستی در آن حاکم باشند نهادهای کانادایی و افرادان نمیتوانند در آنجا فعالیت های تجارتی داشته باشند و حتی کمک های بشری را ارسال کنند. این قانون با مخالفت برخی از اعضای پارلمان و نهادهای امدادرسان مواجه گرده است. گروه امدادرسان کانادایی در تابستان امسال از حکومت نخست وزیر ترودو خواسته بودند تا در این مورد تجدید نظر صورت بگیرد و آنان بتوانند کمک های بشری را به میلیون ها تن از افغانهایی که با مشکلات جدی دست و پنجه نرم میکنند برسانند. از ماه آگوست سال گذشته میلادی که طالبان دوباره در افغانستان حاکم شدند، حکومت کانادا رابطه خود را با کابل قطع کرده است. تشکر میکنیم از آقای برشنا نظری. خب بینده گرامی، ما به بخش دوم برنامه میرسیم. قسمی که اعلام کردیم بینده گرامی امروز در تورنتو ما عزیز را از دست دادیم و در جمع از وطنداران امروز جنازه اسد محمود، یک تن از خدمتگاران بسیار راستین ما بودن، به خاک سپرده شد. وطن ما قبلا هم در رابطه بینده گرامی صحبت داشتیم و گفتنی هایی که لازم بود گفته شد در مورد از این که آقای اسد محمود مریضی داشتن و تقریبا یک ماه بیشتر از او در بستر مریضی بودن. بالاخره تسلیم به حق شدن. امروز هم وطنان ما در مورد کارکردها و شخصیتش صحبت کردن، ولی ما امروز تصمیم دیگه گرفتیم. بیدای گرامی، خواستیم یک گزارش متفاوت از این تشییع جنازه نشر کنیم. گزارش متفاوت به این معنی که ما در دیار خفتگان بودیم و در این دیار ما شما نگرومی وقتی که میریم میبینیم که افرادی در اونجا خوابیدن. یک تاریخ از کسایی بودن که روزگار گلهای سرسبت جامعه و خانواده خود بودن، کسایی بودن که تاریخ ساختن، ولی امروز در زیر خاک سیاه یا در دل خاک سیاه آرام بود بی صدا خفتن. و پیامی برای ما دارن. پیامشان همیست که عاقبت، عاقبت هر کی در هر مقام و در هر حالت از زندگی که قرار داری، جایگاه امینجاست. آخرین اسگاه زندگی دیار خاموشان است. ما بیشتر صحبت نمی کنم. توجه شما را به گزارش که دیرا به تهیه کردیم جلب می کنم. روح رفتگان ما شاد و گریب به دقت گوش کنین. حرفای زیاده در لابلا نفت است. بود دوباره ما برمیگردیم.
به نام خداوند بخشاینده و مهربان، به نام خداوندی که ستار العیوب است و پوشاننده گناهان بنده عاصی خود است. امروز به آمدیم برای دفن عزیزی که سالها خاطره هایش، یادواره هایش، رفاقت هایش، جوانمردی هایش همه و همه بر ما یک الگو بود و خودش یک نماد بود، یک نماد برجسته رفاقت و عیاری. همگی از او خاطره دارن، خواجه اسد محمود که به رحمت ایزدی پیوست و جامه بدل کرد و رخت سفر بی برگشت خود به سوی دیاران خموشان در ناکجا آبادی که همه رونده هستیم او رفت. و امروز آمدیم به خواهش آقای خالد و تلویزیون جهانی امید 24 تا یک نظر بر این دیار خموشان، این دیار خفتگان، این دیار رفتگان و عزیزان و عزیزانی که هر یک رشته های معدد فامیلی، خانوادگی، دوستی با اینا داریم اینجا خفتن و این خفتگان پدر است، مادر است، خواهر است، برادر است، همسر است، جگرگوشه است. ولی ما چی آموختیم؟ بس که یاران خود در این دیار، در این ویرانه ها گم کرده ایم، می چکد اشک از دو چشمم، خاک را بو می کنم. هر طرف یادداشت است، هر طرف یادواره است، هر طرف پند است، هر طرف عبرت است، هر طرف یک آموزه است. اگر چشم اگر بینا بود، هر روز روز محشر است. ای کاش چشم ما به خداگاهی و بعد به خدا آگاهی می رسید و ما وقتی برگشته بودیم از کفن و دفن عزیزان به خود می آمدیم و یکم حیای حضور معنوی می داشتیم. پند گیرید ای سیاهی تان گرفته جای پند، به گفته حکیم غزنه. پند گیرید ای سیاهی تان گرفته جای پند، عذر آرید ای سپیدی تان دمیده بر ازار. وقتی است که پند بگیریم. اینایی که رفتن، اینا هم مثل ما روزگار شاید بک خاصیت های کبر انسانی، نخوت انسانی، خود برتربینی ها، کمتربینی های دیگران حتما از این خطا عاجز و بی‌بهره نبودن. ما هم خطاکار هستیم، ولی بیاموزیم که از این به گفته حضرت بیدل که یک قدم راه است بیدل، از تو تا دامان خاک بر سر مژگان چو اشک استاده ای هوشیار باش. هوشیاری از آن ما باد، آگاهی از آن ما باد که از جهل مقدس یا غیر مقدس خود یکم پایین شویم و نظر بر دیگران بندازیم و بیاموزیم که چگونه پیش از مرگ باید دروز فرصت آموزد درود مصطفا ما را، که پیش از مرگ در دنیا بیاموزد خدا ما را. یا آموزش پیش از مرگ را طلب بکنیم. وقتی مردیم همگی با آموزش شما دست دعا بلند میکنن. پس اگر از مردن حیا کنیم، پس اگر از مردن پند گیریم و پس اگر اینا عبرت است برای ما زندگان، به گفته حضرت خداوندگار بلخ مولانا، بیا تا قدر هم دیگر بدانیم که تا ناگز هم دیگر نمانیم،
غرزها تیره دارد دوستی را، غرزها را چرا از دل نرانیم؟ بناهن بیاین با هم، بیاین وصل شویم، بیاین فاصله ها را کنار بگذاریم. مرگ دروازه های پیر، جوان، زن، مرد، مریض، سالم همه را می کوبن. اسد محمود یک مثال آخری است و این پایان پذیر نیست. ما مرده های جوانان را در اینجا به خاک سپردیم که وقتی چهره هایشان را می دیدم حیف می آمد، هنوز وقت مرگش نبود. ولی یک ساعت، یک روز، یک دقیقه اجل مهلت دیگر ندارد. با دعای خیر، با دعای مغفرت خفتگان این دیار خاموشان، صبر جمیل می خواهیم به هم عزیزانی که عزیزان خود را از دست دادن. مغفرت می خواهیم، باب فردوس برین را برای اینا کشایش می خواهیم و اجر مزید برای اونایی که برای اینا دست دعا بلند کردن. به خداوند خواجه اسد محمود رحم در جمع صالحان نیکوان از تمام گناهانش پروردگار در بگذره و او را در جمع غفیر غفران همه انسانها محسوب بکنه و ما را همچنان. چی ضرور است کشی رنج وداع ام بدل، چی ضرور است کشی رنج وداع ام بدل. می روم من به مقامی که تو هم می آیی. هیچ زنده جانی در کائنات، در هستی خدا مستثنا از چشیدن این میوه تلخ نیست. امروز ما در یک آرامگاه هستیم، میبینیم درخت های تنومندی که یک وقت میوه داشتن، شاخه داشتن، برگ داشتن، امروز در زیر خاک پنهان هستن. یعنی انسان عاقبتش اینجاست. اما چی بهتر که در وقتی که سر پای هستن و شاخه و برگ دارن، میوه های شیرینی داشته باشن که اجتماع از او استفاده درست بکنه. امروز ما اینجا به خاطر به خاک سپردن یکی از عزیزای جوان مرد، یکی از درخت های پرمیوه جامعه مردم افغانستان که تورانتو زندگی میکنن آمدیم، اسد محمود. اسد محمود، ما درباره خصلت هایش نمیفهم چقدر بگویم. یکی از انسان هایی که همیشه خدمتگار بوده، همیشه خدمتگاره. ما شاید تصور کنن که یکی از دوستایش هستم به خاطر دوستی حرف میزنم، نه. وقتی که حرف میزنه آدم باید حرف صادقانه بگویه. یکی از انسانهایی که همیشه خدمت کرده در دوستی، در رفاقت، حتی ناوابسته از اینکه دوست رفاقت بوده. باور کنین اکثریت مهاجرینی که در اینجا آمده، این شناخته نشناخته، کمپل، لیاف، توشک زمینه شده، پل شده که از سرشون بگذرن و به اهدافشون برسن. یعنی درباره اگر برادر ما در این موقعیت می بود صحبت کردن ساده بود، درباره دوست مثل اسد صحبت کردن خیلی دشوار است، چون برادر شما انتخاب نمی کنین، اما دوست شما انتخاب می کنین. اسد محمود واقعا شخصیت بسیار برازنده جامعه بود و از دست دادنش ما یک گنج از دست دادیم. و غرور در وجودش اقا خاکسار بود. یعنی غرور یعنی چی این آخرش؟ ای مشت گلین غرور به جای تو چیست؟ یک بار به خود نگر که معنای تو چیست؟ یک جبه استخوان دو پیمانه خون، پنهان تو چیست؟ آشکارای تو چیست؟ انسان بسیار خاکسار بود واقعا، که اما قدر که پرمیوه بود، اما قدر شاخه های غرورش هم، غرور منفیش، غرور مثبتش در آسمان ها بود. روانش شاد. این انسان ها برای ما معلم جامعه و معلم اجتماع هستند. ما از او بسیار آموختیم. روان همه رفته ها شاد.
و با تأسف که اسد محمود از دست دادیم، شخصیت خیلی ارزشمند و ارجمند داشت در جامعه افغانهایی که در کانادا بودن. همکاری همیشه همکاری زاید الوصف نسبت به هموطنان و کسایی که تازه وارد بودن داشت. پدر خوب، دوست خوب بود و همیشه شعار داشت که عزیزتان را عزیز بدارید. متأسفانه امروز یه عزیز ما از دست دادیم و این خبر خیلی دردآوری هست. خداوند با او خوبی بکنه و بهشت بر این نصیبش بگردانه. دیگه چیزی گفتنی نیست. پایان زندگی همیست دیگه. متاسفانه بله. پایان هر بایده نیست که اینجا وقتی که بیاییم دیگه باید یک درس یا هم بگیریم و بریم بزنیم. چی درس میتونیم بگیریم آی صاحب؟ درس همیست که باید عطل مقدور تلاش بکنیم که زندگی خوب کنیم. خوبی کنیم. همدیگر را بپذیریم و در تلاشی باشیم که زشتی ها را از بین ببریم و با یک و به سمت نیکی و خوبی قدم بگذاریم. عاقبت امر همی است. همونطور که محمود عزیز کارهای نیکی از خودش به جا گذاشت و امروز همه ما شاهد هستیم. همی جنازه ای که است شاهدی است که همه متأثر از این هستند. دیگر چاره ای نیست. در مقدرات الهی همی رقم است. انسان یک بار نه یک بار خوب ختم بشه، ولی خوبی همی است که نامی نکو از خودش به جا گذاشت. سلامت. سلام عرض می کنم. روز بسیار جانگذاز و تلخ است که ما جمع شدیم اینجا و گذشت و در گذشت یک دوست عزیز را که در همه قلب ها محبوب بود اینجا ما در تشییع جنازه اشتراک میکنیم. اسد جان، ما افتخار آشنایی شه برای مدت های زیاد داشتم. شخصیت بسیار عالی، دارای سجایای بسیار عالی انسانی بود. انسان رفیق، دوست، خونگرم، صمیمی. و زمانی که اسد جان به یک محفل دوستا قدم میگذاشت، او یک تغییر بسیار فاحش در مود دوستا و رفیقا حاصل میشد و یک انسان بود که گفته میتونیم که خون زندگی را تزریق میکرد در اطراف خود. همیشه انسان بود که معرف زندگی بود. خوشیش هم معلوم بود و با قهقه خوشی خود وانمود میکرد و همچنان در غم، اگر در غم دوستا می بود، از ریختن اشک در حضور همگی هم کدام عبای نداشت. انسان بود که خالی از تشریفات بود. انسان بود که بسیار مخلص، با سرشت پاک، مهمان نواز و بسیار انسان بود که دست همکاری و مددگاری را به انسانایی که و دوستا و افغانایی که
محتاج همکاریش بودن از هیچ نوع خدمت دریغ نمیکرد. ما متعقن هستم که جامعه افغانی فقدان از او را به شدت احساس میکنه، جای از او جای خنده ها و مذاقا و قهقای اسد جان محمود در بین ما خالی است. متاسفانه که آفتاب زندگی از او پیش از وقت غروب کرد و همه دوستارا به سوگ نشاند. دیگه ما برش جنت برین آرزو میکنم و برای دوستا و بازمانده ها و فامیل از او صبر جمیل آرزو دارم. بسیار تشکر. کنم. سلام نصیر جان. اسد جان محمود نه تنهایی که رفیقم بود، دوستم بود، یک انسان بسیار نیک، یک انسان بسیار با حوصله و یک همکار خوب در اتحادیه افغانا کده ما بود. یعنی ضایع اسد برای جامعه افغانا بسیار گران تمام شد. واقعا که اسد جان اور انسان شریف، با ناموس، پرکار، محبت، هیچ در دل خودی کینه نداشت. خصوصا دیگه غیر از اون مسئله که باز ما و فتح جان پوپل و اسد جان یک رستوران داشتیم به شراکت، چی روزا و چی خاطرهایی را که از اون مدارم نمیتونم اینجا بیان کنم. اسد محمود دیگه باز پیدا نمیشه و ما برش دعا میکنم که خداوند جنات برین نصیبش کنه. دیگه عزیز یاد در بارش هرچی که بگویم گفته نمیتونم، وضع خودم هم چندان خوب نیست. خدا ببخشش، خدا ببخشش. ما مس کردیم رفیق بسیار عزیز و صمیمی خدا، خداوند جنات برین نصیبش کنه. آمین. ذالک الکتاب لا ریب فیه هدى للمتقين الذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم اغفره وارحمه وجعل الجنة مثواه ولنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات بره. بسم الله الرحمن الرحيم. خواهرا و برادرای گرامی، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. به نسبت از اینکه هوا سرد است، دوستار زیاد انتظار نمی کنیم که اذیت نشوند خدای نخواسته. از یک طرف این مسئله را در نظر میگیریم و از طرف دیگه طریقه مسنون است که پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم بعد از دفن میت سخن میگفتند، سخنرانی داشتند، سخنرانی کوتاه.
یکی این مسئله در بین است و دیگه همی که صحابه وقتی که قبل از وفاتش گفت که هر وقت که ما وفات کردم مرا که دفن میکردین در بالای قبر ما به اندازه ذبح کردن و تقسیم کردن یک شتر منتظر باشین، صحبت کنین تا ای که ما با می قبر انس بگیرم و با این خانه جدید آشنا شوم. انشالله که کاری میکنیم که همه چیز در نظر بگیریم که متوفا بسیار شخص نیک بوده و ما امروز تصویری که دیدم، حالت که دیدم، باور کنین که کم آدم هم دیدیم که در این سن سال وفات کرده باشه و این قدر مردم در فراقش دل سوزانده باشه. یعنی از این معلوم میشه که آدم شریف بوده، آدم مهربان بوده، آدم نیک بوده و ما هم متاثر شدم. فعلا برادرشان هم میبینم، اعضای فامیلشان هم متاثر شدم، قلبا متاثر شدم. چیزی را که میخوایم خدمت شما عرض کنم، گپی ما ممکن است که تکراری باشد و گذشتم این مسائل در سر قبر ذکر کردیم، ولی مخاطب ما همه دوستا هستند، بخصوص فامیل محترمشان، بخصوص کسایی که بسیار نزدیک هستند و فعلا قلبشان در فراقشان میتپه و غمگین است. این را براتون عرض میکنم که مرگ به معنای نابودی نیست، یادتان باشه. مرگ به معنای نابودی نیست. وقتی که امروز برادر خود، عزیز خود با دست خود آوردیم دفن کردیم، این به این معنا نیست که نابود شده، از بین رفته، هرگز به این معنا نیست. قرآن کریم هم به این مسئله گواه شاهد است، احادیث نبی صلی الله علیه و سلم هم که مرگ انتقال است از یک جهان به جهان دیگر. مسئله دوم، واقعا دوستش دارن، در فراقش دل میسوزونن، میفهمین که متوفا به چی نیاز داره، به چی ضرورت داره. پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم میفرماید کسی که وفات میکنه، کسی که وفات میکنه اشد ضرورت به دعا داره، منتظر است که اعضای فامیلش، دوستایش، رفیقایش، اندیوالایش در حقش دعا بکنن. یگانه چیزی که فعلا متوفا برادر ما مرحوم ضرورت دارد دعاست که در حقش بکنن. خواهرای گرامی، برادرای عزیز، دوستای گرامی، فعلا ضرورت به دعا دارد. دعا بکنیم که خداوند قبرش یک باغی از باغهای جنت بگردانه. مسئله سوم، متأثر شدن، میفهمم واقعا قاری صاحبم در نماز جمعه را یاد کرد، پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم پسرش وقتی که وفات کرد از چشمای پیغمبر خدا اشک جاری شد. یک صحابه گفت یا رسول الله تو هم گریه میکنی؟ پیغمبر خدا گفت میفهمی گریستن از رحمت قلب است، معنایش است که مهربانی انسان نشان میده. ما فرزند خدا از دست دادیم یا شما برادر خدا از دست دادن، اگر گریه میکنین به این معناست که دوستش دارین، از فراقش غمگین هستین. این کدام مشکل یا کدام پرابلم در اسلام نداره. آدم میتونه به خاطر فراق عزیزش گریه بکنه چون همو غم دلش بیرون بکشه، اما میفهمین که چی ممنوست. چیزی که ممنوس است که انسان در فراق عزیزش، در فراق دوستش، خدای نخواسته، خدای نخواسته کلماتی از زبانش نبراید که به قضا و به قدر الهی بر بخوره. این فیصله پروردگار است، چیزی که رضای پروردگار باشه. مسلمان باید به این تسلیم باشه. یادمان باشه، فراموش نکنیم که هیچ چیز پس پیشیدنی نیست. به این معنا که امروز اگر برادر خود عیدست دادیم، بعضی ها به این فکر نباشه که اگر این کار ای تو نمیشدی وفات نمیکرد، ای از دست نمیرفت. نه خیر، خداوند جل و علا در قرآن کریم میفرماید که ازا جا اجلکم لا یستأخرون ساعتا ولا یستقدمون. اجل که آمد یک لحظه، یک ثانیه پس و پیش نمیشه. بسیار مردمایی را دیدیم، خود ما و شما از طریق رسانه شنیدیم که از افغانستان از جنگ فرار کرد، در یک ملک آرام خبر شنیدیم که فلانی وفات کرده، به اثر حادثه ترافیکی، به اثر یک واقعه مریض شده وفات کرده. یعنی از مرگ نجات نیست، وقتت که پر شد امو لحظه به سراغ انسان می آید. به نام خدا، به نام خدای بخشاینده، به نام خدای مهربان، به نام خدایی که صبر دهنده است، به نام خدایی که عجل و نفس نفس به دستش است و ما مطیع و فرمان بردار. بس که یارانم در این ویرانه ها گم کرده ام،
بس که یارانم در این ویرانه ها گم کرده ام، می چکد اشکم ز چشم و خاک را بو می کنم. این سرزمین سرزمین عزیزای ماست، اینجا کسای خفته که ما با خون دل پرورده میشن، ولی امروز آنچه به ما ماند غمش بود، دردش بود، حسرتش بود و داغش بود. امروز بسیار مشکل است برای ما و دوستای اسد محمود که ما در عزایش حرف و سخن داشته باشم، ما در شادی هایش اشتراک داشتم، ما در زندگیش، در مردانگیش، در رفاقتش، در صمیمیتش، در وفاداریش، در عیاریش، ما مدیونش هستیم. ما مدیون دسترخان با سخا و با صفایش هستیم. او مثل یک مرد خدا که دو روز فرصت آموزد درود مصطفی ما را که پیش از مرگ در دنیا بیامرزد خدا ما را. اسد محمود کسی بود که پیش از مرگ در دنیا خدا او را آمرزش کرده بود. خنده هایش نشان مرد مؤمن با تو گویم، چو مرگ آید تبسم بر لب اوست. دهان پرخندیش که بر جهان میخندید، بر غمها میخندید، بار گران زندگی ره، بار مشکل زندگی ره با امو شهامت، با امو بشاشت برد. سرپناه خانواده گشت، سرپناه فامیل گشت. امروز عزایش تقسیم است بین همه، ولی ما از این مرگ ها و از مرگ اسد محمود چی آموختیم؟ ما در اینجا بسیار جوانا را به خاک سپردیم، عزیزا را به خاک سپردیم. پندی که اونا به ما دادن چی بود؟ ما چی کردیم؟ با همو کبر، با همو نخوت، با همو خود برتربینی، با همو دیگرها را به نظر نداشتن و از سر دیگرها تیر شدن. اینجاست که به گفته حکیم غزنک پند گیرید ای سیاهیتان گرفته جای پند، عذر آرید ای سپیدیتان دمیده بر ازار. وقتی عزیز که پند بگیریم، یکی یک عمر خدمت در امی جامعه کرد، در امی کمیونیتی کرد، روزگار دراز در اتحادیه افغانها رنج شبان و روزی را کشید، از هزاران مهاجری تازه وارد پذیرایی کرد و شبها نخفت و روزها ترجمانی کرد و تا آخر هم در وزارت امیگریشن در خدمت امی مهاجرین تازه وارد بود، سر از پا نشناخت و باز هم با همه مشکلات سرپناه فامیل بود. جای شک نیست ما همه از خطا و نسیان خالی نیستیم، ما همه از اشتباه خالی نیستیم، ما شاید در زندگی دل کسی را آزرده باشیم، اما پاداشی که هست میزان احسان ما، میزان عطوفت ما باید سنگینی بکنه بر اشتباهات ما. امروز که روز بازپرس است، امروز که روز دادخواهی است، اسد محمود را سرخرو پیش خدا آرزو میکنم و او را سربلند پیش خدا آرزو میکنم و او را در جمع صالحان و نیکان خداوند در شمار خود داشته باشه. و بر ما است که قدر دوستان را بدانیم. ما گفته ای حضرت مولانا، اگر از مرگ پند گیریم و گرفته باشیم، اگر مرگ بر ما عبرت باشه، پس بیا تا قدر هم دیگر بدانیم. که تا ناگه ز هم دیگر نمانیم، غرض ها تیره دارد دوستی را، غرض ها را چرا از دل نرانیم. یک روز نشود که افسوس بکنیم. تمام خوبی ها نصیب شان باد. صبر جمیل برای خانمش، برای اولادای نازنینش، برای برادرایش، برای خواهرایش، برای دوستدارانش، برای اهل فرهنگی ها، برای کسایی که در این هوای سرد اینجا
به پاس ادای احترام برای خدمات اسد محمود آمدن، خداوند اجر جزیل نصیب بکنه و برای خانواده صبر میخوایم، شکیبایی میخوایم، فقط در حقش دست دعا را بلند میکنیم که خداوند اسد محمود را بیامرزد، خداوند باغهای جنت را، دریچه‌های آمرزش پروردگار را برویش باز بکنه، همونطور که در زندگی بشاش و خندان بود، چهرهش رویش بروی مبارک حضرت محمد بشاش و خندان باشه. و السلام و علی من اتبع الهدى. گرچه میفهم هوا سرد است، وقتتون نمیگیرم. من ایسه دوست اسد محمود و من ایسه همکار دیرین اسد محمود میخواستم که یک چند کلمه بگویم و ابراز تأثیرات عمیق خدا کنم. اسد محمود، گرچه که ما فعلا در حالت نیستم که ما بتانم راجع به اسد محمود چیزی بگویم، اما باز هم ادای دین میکنم. اسد محمود کسی بود که سالها، چنان که فرمولی صاحب گفتن، سالها به این جامعه خدمت کرده. سلام علیکم. امیدوارستم که نشر این کلیپ هم قدردانی از کارکردهای مرحوم محمود بود و هم حرفهای داشت آقای فرمولی، آقای آرون راون، آقای صبور صاحب، آقای نجیب طاهری و آقای امانگومی. البته دو سه صحبت دیگه هم بود که متاسفانه که مشکل تکنیکی پیدا کرده بود که من نتونستم نشر کنم، ولی به هر حال حرف ازی بود که بیاین از فاصله کردن ها، از دوری ها فرار کنیم و با وصل کردن ها اندیشیم، چون پایان کار کجاست؟ اون جاییست که شما دیدین، دیار خاموشان. تشکر میکنم از توجهتان و روحی رفتگان ما شاد باد. بینندگان گرامی، شما برنامه سخن روز در تلویزیون جهانی امید 24 میبینید. البته حرفای زیادی هم برای گفتن هست، ولی که دوستا گفتن یادتون باشه که زندگی تا روزی که هست تلاش است، امید است، رسیدن به آنچه که خواهشات انسان است، آنچه که هدف تعیین میکنه میباشد. تنها مرگ است که پایان تمام تلاش ها و کوشش ها و اینا هست. خوب است که در پایان چند سخنی در رابطه به امیدهای زندگی هم بگوییم و بعد از او با شما ما خداحافظی میکنیم. شب بینده گرامی، باید مطالبی را برای شما انتخاب کردیم که زیبایی های زندگی میگن. ما در حوال هم گفتیم که از خالق یکتا، من به هر شاخه گل نقش خدا می نگرم، آشکار است که او را همه جا می نگرم. اگر ما روز خدا همیش با انرژی مثبت و با
نام پاک الله متعال آغاز کنیم، یقین داشته باشین روز خوبی می داشته باشیم و همتو روزهای خوبی می داشته باشیم. فقط ایست که ما از لحظه که دوباره چشم باز می کنیم از خواب، در قدم اول شکر گذار الله پاک باشیم به خاطر آفرینش و دومی که به زندگی هم لبخند بزنیم. وقت کاری یادتون باشه که انجام نمیشه، قطعا خیر ده او کار است. وقت مشکل پیش میایه، حتما حکمت هست. وقت در زندگی به زمین میخونین، قطعا در این میان چیز است که باید یاد بگیرین. وقت دیگران به شما بدی میکنن، قطعا وقتش است که خوب بودن خود نشان بدین. وقت اتفاق بد یا مصیبت پیش میایه، قطعا در امتحان و آزمون سخت الهی هستین. وقتی اما درها بروی شما بسته می شود، قطعا خدای یکتا بابت صبر و شکیبایی شما پاداش بزرگ برتان در نظر داره. وقتی دلتنگ می شوین، قطعا وقت آن است که با خدای خود تنها باشید و راز و نیاز داشته باشید. یادتون باشه زندگی یک پژواک است. هر آنچه که می فرستید باز بر می گردد و هر آنچه که می دید دوباره می گیرید. هر چی دیگران دارن در شما وجود دارد. پس همیشه خوبی کنید تا پژواکش به شما برگردد. اگر دست برداریم از کسی که لیاقتش محبتمون رو ندارد، خوب دقت کنین. اگر دست برداریم از کسی که لیاقتش محبت ما رو ندارد، لیاقت محبت ما رو ندارد. اگر دست برداریم از دشمنی که ارزش جنگیدن ندارد، اگر دست برداریم از حقی که ارزش گرفتن ندارد، اگر دست برداریم از فکری که ارزش اندیشیدن ندارد، قطعا حال ما بهتر خواهد بود، چون با استرس و تشویش خداحافظی میکنیم. آرامش هم به این معنی نیست که صدایی نباشه، مشکل وجود نداشته باشه، کار سخت پیش روی نباشه. آرامش یعنی در میان صداها، مشکل و کار سخت دل آرام وجود داشته باشه. باید داشته باشین که مشکلات هم تاریخ انقضا دارن و هیچ چیز جز ذات الله پاک همیشگی نیست. بنابراین هر زمان هر سبر شما تنگ شد، این جمله را با خود تکرار کنید. کدام جمله را؟ این هم میگذرد. همیشه کسی هست که سر راه شما سنگ پرتاب میکند و این دقیقا به شما بستگی داره. این تکرار میخونم، خوب دقت کنین. همیشه کسی هست که سر راه شما سنگ پرتاب میکنه و این دقیقا به شما بستگی داره که با آن سنگ چی میسازید، پل یا دیوار. و همیشه باید داشته باشید که شما خودتان معمار زندگیتان هستین. قانون خانوادگیتان گرم و همیشه سبز باشین. یادتان باشه همیشه با ما باشین تا همه یک جا باشیم. تا دیدار بعد بیندای گرامی، شما را به الله پاک می سپارم. حافظ حقیقی، نگهدار یکایک شما سروران گرامی.